گستت نکنه چو للا بیرار تو به همه تون میرسه مطمئن باشیم به همه تون میرسه ای 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 ساکه دارن نظری میده خونه ایونیا همون کوچه صد تومنی دیگه راست میگی؟ آره بیار بیار بگیری چه خبره تمام علی؟ سلام اسکر آقا. سلام. سلام آقا یوسف. علیکم سلام آقا علی. بده ببینیم چی نوشته توش. اینو باش. هرکی ندونه فکر کنه گور به گوری آخر سواده چی نوشته اگه راست میگی؟ خب نوشته ادرای آینه سوگند در مدرسه شورای ملی بیانات اعلی حضرت واگذاری انوای پادشاه سابق اینا رو توش نوشته دیگه حالا کجا میرفتی با این عجله؟ خونه ایونیه دیگه تو کوچه صد تومنیه دمی نظری میده دم پختک افتادیم یوسف هستم بزن بریم منم هستم پس بریم لافتوزیه آخ ماشالله تورایی آجا نمالم کرده بود میخواست چادر از سرم برداره گریه نکن دخترم آروم باش خوف نکن غلط میکنه آجانی که بخواد جلوی من چادر از سرت برداره شرمندم روسیا ولی چه کنم آخه من بی سر و همسر با این طفل معصوم کیو داریم غیر از شما که بزرگی و چشم و چراغ اهل این محل دختر من بابا جان آروم باش هنوز که مشالله نمارده که تو و این بچه یتیمت اینجوری زجه میزنه برای بیپناهی جلال سردابی غلط کرده که اومده اسباب اساسی تو ریخته تو کوچه مگه شهر هرت اینجا خودش که نریخته صابخونه گفته اون بنده خدام دست به دهنه دیگه بدتر پس معلومه که اون به فضل و رحمت الهی اعتقاد نداره خدا نابود کنه باعث و بانی این قحطی و فلاکت و که حق و ناحق مردم رو روبروی همدیگه واسونده خدا لعنتشون کنه یا اله الله بریم دخترم بیا خیلیتون برسیم مگه اصلا نخورنه اصلا بیا که الان نفخده کم میشه آخ ماشالله حلالمون کام ساکت شلوغ کنی نظری بهتون نمیدم چش آبا رو بابا یال از دنیا نری صلوات بفرست به در دیگه اول برداشتن دارن روغن ایوونی میدن رو بیاده آقا برو تایستم برس این چیه برو ظرف بیار فعلا یه مستوره برس تو این تا یکی از بچه ها بفرستم از تو جهیزیه خالم دیکچه بیاره دمی نظری رو بریزم تو ظرف تو کلا مخملی انگاه کن کماشدونه تا منم انگاه کنم جخت بلا از این هیکل زورخونه ای ترسیدم و ماستار کیسه کردم و الا یه سیبیل آتشین دو تنوره میاد بالای این لبای قیتونی که از جلیز و بریزش مجبور میشه تا الهه صبح کلت رو بکنی تو آب اوز یلا بریز قد سلت بر بریز حق به در سلوات به هسته بیا مرز سلوات بخته آقا برو کلا بخور سلوات سپه و از سلواتی سبکونه بخته سلوات نه من رو دیگه نیچه
جون از کار سفره رو بنداخت. ای والا بابا نظرش قبول. چه بوبرنگی هم داره. نمیخوای واسه عزیزت ببری؟ نه عزیز من لب به غذای نظری نمیزنه. دیگه تا وقتی که مستحقش هست به ما نمیرسه. صبر کن ستایی با هم. بسم الله. بسم الله داشی سف. به بسم الله دیگه. دست نزن. چی شو؟ بده من خواهر ظرفتون. از خودتون چیه؟ صرف شده ما خوردیم. بفرمایید. خیلی از جوونیت ببینی ان شاء الله. به حق خون صاحب این تربت عاقبت به خیر بشی ان شاء الله. خدایا شکرت. تو سیر شدی؟ آره. کارت بخور به اون شکمتون. از گشنگی که نمردی. بریم. یه چند تا چای بیار برای آقا جلال رفیقا. خدافظ. قربان تو. خیلی خوش آمدی. امشب آدرسو میاره. قرار شد دو تو یه دونه ما. مطمئنه؟ آره بابا مطمئنه مطمئنه. فوقش نشه دیگه. سعی مو گنجش مو. اون هم با دست نشونی که تو داری. حسین آقا یه قم پلو واسمون بیار. حس درست. راست درست. آب جلال حالا نکنه تو این سکسرون مملکت هپولی شو چیزی به ما نماسه. دلت خوشا انقدر صاحب منصب دمکلوف پای این سفره لفتولیست نشستن که من و تو ول معطلی. من آقا جلال خافه چاش آقا از به غیر از به هم ریختن دفتر روزنامه ها و آشولاش کردن آدم ها اسباب اساس بیوه زن ها و بچه یتیمان هم میریزی تو کوچه ها. آقا جلال این مردیه؟ حرف بیزنه آقا جلال خودتو دارد در کنید آقا جون. جوبا خیال میکنی هنوز میریزا بیرمیریسه اون روزنامه های هشمن یه غازی همینطور یه ریز حرف مفت تحویل مردم میدی؟ حرف مفت نیست حرف حق. ببین تو کوچه برنامه ها ببین اساس بدبخت رو چجور ریخته بیرون. صاحب خونه خونش رو میخواد ناحقه. تازه مفخوری رو هم تو اون آقا ماشاءالله تو این محل باب کردین. ولی هر خری میدونه صاحب مال مالش رو میخواد شب زیر سرش باشه. پس واسه حق مردم دل شما بال بال میزنه ها؟ خجالت داره اونی باز خجالت بکشه که پا پس میکشه از یه گلریزون ناقابل و بلکه گره از کار اون بیوزن و بقیه صاحب حق باشه. تو هم دیگه بهتر لغز نخونی. یه بار نکته چیدم آدم نشدی. آتش بیار معرکه ای.
چه اون وقتی که اون مزخرفات تو روزنامه می نوشتی، چه الان که نونت هم از تو آتیش در میاری. ببین آقا جلال، برو به همون که مواجه به تو داد تا دفتر روزنامه رو تعطیل کنی، اون بیکار، بگو فرج هنوز همون فرجه، چه شاگرد نونوا باشه چه روزنامه بنویس، حرف حقو میگه، حتی جلو نامرداش. خونه تلان شد. چاقو آقا جلال، بلش کن آقا جلال، افت داره برات ضعیف کشی. گفته بودم اگه یه بار دیگه پرم به پرت بگیره. الانش هم نگرفته. گرفته؟ انگاری نگرفته. تو هم نایمدی نایمدی قهوه خونه، امروز هم خیمادی تو به بارت برداشتی آوردی. صورتشو نگاه کن، شده این تنور نورباییش گل آتیش. آقا جلال شما برو با بچهات حالتو بکن، برو ببین چطوری یه الف بچه به ناحق و ناروا حسابی برزخ این کرد. بچگی کرده آقا جلال، شما به بزرگی خودت ببخشش، نوکرت هم دادم آقا. از خاطر گل روی عباس قافچی و مشتری های پاچراغیش گذاشتم از خبتش. خیلی کردم آقا جلال، بفرما 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 بشین. نگاه میکنه چایی بیا برای آقا جلال، شما بشینید، بریم بشینید، راحت حرف نزن. اینم نزو به حساب تمونده رفاقت بچگیمون. تو نه، هر کی دیگه هم بود جلو جلال با میستادم، یه حسابایی باشتم. بریم از خر چی بازه ما؟ دیر کرد ولی میاد، سازو داشته باش، حال کن. ما نفهمیدیم این خونه کیه که اینقدر دبش ساز میزنه. کارش درسته دیگه، ولی خودمونی ما، هم یه جورایی کارمون درسته. نه لوس نشد دیگه، خدا کنه این نقشت بگیره و درد سری برامون درست نشه. درد سر که نداره هیچ، سودم توش هست. یعنی که بگیری از اینجور آدم ها عمر آدم رو زیاد میکنه، خصوصا ما که جز این رخت و لباس هیچی تو بساطمون نیم. عوضی نزنی. بله بارش زغاله. در قلباب مرد با کوبه کوچیکه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یا نامردی یا اینکه ریگی تو کفشاته. حالا کدومشه؟ نیمه شب راه مردم بستن کدومشه؟ باز مملکت بی صاحب شده و هرکی هرکی. چند وقت بود ماستون تو کیسه بود. بوی کباب شنیدین؟ نه خر داغ میکنن، عجب زغالی هم هست. چتر و بوی داره. حتما میدونی خونه کیه. البته که میدونیم خونه کیه، خونه حاج عباس بلورچی، کاسب مردم داره تیمچه حاجب و دوله. خرش هم خیلی میره، علال حساب که قاطرش خیلی میاد. به خدا امانت مردمه، کلاغ نوکشون بزنه کارم با کلاغ مکاتبینه. غلط میکنه قلاقه، ولی اگه مردم گشنه بفهمن که زیر این زغالات چیه، اون موقع به جا قلاقه خودشون میان نک میزنن و هم چشم تو رو در میارن هم چشم اون کاسب مردم دارو. تو رو خدا به ام رحم کنی، نون بیاره ده سر آهلم، بدبختم نکنی. پس به اون ده سر آهلت رحم کن، بیچارم نکنی. پس اجالتن تتق تق تق تتق تق 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 در خونه رو اون باش. حرفشو گوش کن،
این رفیق من پای وقتا بدجور جفتک میزنه ها، نشونش بده. دیدی؟ بزنده. چه رمزی هم کار میکنه. چه خبر مشی؟ دو کلوم حرف حساب. من و این رفیقم بابت حفظ شرافتمون تو این هیرو ویری خیلی خسارت دادیم، مگه نه؟ آره با الانم گاهی وقتا این شارک شرافت هم زغزغ میکنه. القصه یه هفته یه که زابرام بابت این لاپوشونی که چی که اون دنیا جواب خدا رو چی بدم. اگه بد میگم بگو بد میگی که اون موقع این تو و این هم این قاطرا و این هم این مردم چشم و دلسیر. بابا واس کو این پنجارا بذار یه نماز برکتت بشی که پایین، که خیرات میشه برای اموات این شب جمعه ایه، برای تمام اسیران خاک و اهل قبور فاتحه هم از صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نماری ما شرافت هم دیدین، زمستون میره ولی رو سیاهی به زغال میمونه. شرافت و آبرو الان تو گونیه و زیر این زغالا که چشم مردم گشته نیافته بهش. روسفیده روسفید. ما هم که روسیاه روسیاه. اسخر جون اسخر بگی مایه رو قد کن بیا. بده من بریم زد زیاد. اخاک تو سرت. به من چه؟ سلام علیکم. انگاری به موقع رسیدی. آرد و گندم و برنج بیرون پیدا نمیشه، اما واسه شما آوردن تو انبار کنیم. مام شطور دیدی ندیدی؟ داش یوسف شما چیزی دیدی؟ اگه این اون دوستا قبلی پول اخ کنم بیاد که نه ندیدیم. بلا که آره چشم داریم میبینیم دیگه، هم میبینیم هم جار میزنیم. خلاصه مخلص کلام باید مایر را اخ کنی بیا. چرا؟ چون گردنمون کلو حالا چی؟ تو چیزی دیدی؟ نه من که کورم جون شما. تو چیزی دیدی؟ من هم کورم هم کرم هم کچلم هم شلم. خواستم بینم نامردا. داشو سم تبرک خیده. این بود کارسراغ دارم کار سون نقل و نبات پولو برو تو گلو داداش. پول خونمون میشد که اگه اون یارو نخراشیده تیرو در کرده بود چی؟ دشت اولمونه چرا نمیگی؟ همین که برو بروی وقت اقبالمونه خوشخوشانته، همین که شانس نروی ما میشینه ترش میکنین. باش یوسف پای باخت سپلشکش واسطا که برد مزه کنه. میگن بعضی ها آردار رو حاکلی میکنن میفروشن به این فرنگی ها، پشبندش میرن تو مسجد داره کت نماز کمر میزنن تا طلب مغفرت کنن. کیسه میگم گل گفتی خلومی گل گفتی. آره همین آردار رو حاکلی میکنن و بعد مردم بیچاره و گشنه تو صفه نوبایی باید بزنن تو سر کلن. آره لاغل خدا کنه پتشون بیفته رو آب تا لفتلوس انگلیس هم رو بشه. آره این پدر پسرم بندازن تو تنور تا بشن اینه ها بادمجون سوخته. چه شبه میشود. اون که آرد و گندم میفروشه به انگلیس ها سر سفره حلال نون نخورده.
درست نون وام، ولی خدا رو کرور کرور شکر که پاری وقتا نون تو سفرم نبوده تا بلکه حلالیت سفرم بشه کراهت. با چی بودی؟ با تو بودم. با من بودی؟ کار نشاد نداره. سلام آقا. سلام علیکم. علال حسابم ما فقط زورمون به محل خودمون میرسه، نباس بذاریم آب تو دل اهل محل تکون بخوره. سیر کردن گشنه از واجباته. میگن استغفرالله شکم گشنه دین و ایمون حسابی نداره. فهمیدی؟ بریم تو. یه بریم تو. بفهم. سلام آقا ماشاءالله. سلام علیکم آقا ماشاءالله. سلام آقا یوسف. سلام. ایران خانم چطوره؟ بهتره الحمدلله. ایشالله پاش بهتر شده که. بله. باید آقا ماشاءالله. خیر پیش. باید خدا حافظ. خدا حافظ. حالا کار و بیکاری رو چیکارش کنیم؟ اگه احمدی بخت داشت، پشت هستش جخت داشت، ما اگه یه روزی ناروزی گردن این بخت سرکشمون افسارم بندازیم و هنوز راه نرفته افسار پاره میکنه. شایدم پاره نکرد. اگه هم پاره نکنه ما رو خرکشمون میکنه تا نوک قله قاف آش و لاش میندازه جلو سگا. امروز هم که گذشت، ببینیم فردا چی میشه. بی خیالش، حالا که تو فردا بزن بریم. داشت میسه چه کار داشته باشه چه نداشته باشه. یوسف اینجورام که تو فکر میکنی نیست. مملکت صاحب نداره ولی چوب حراج هنوز نخورده. این اجنبی های خدا نشناس هم نمیتونن توی مملکت شیعه جولون بدن. بیا اینم آرد نخوچی. دیگه چی بخوای؟ دو سیرم شنبلیله. شنبلیله. خلاصه آقای یوسف به این حرفهای ما گوش نده. خارجی ها اومدن توی مملکت ولی ما با تیپا میندازیمشون بیرون. چی میخوای بگی؟ روم سیا راستش. آها نه نه باریکالله آقای یوسف. ای والله خوب ما رو پیش حاج حسن عطار، محمد قصاب و حاج مراد برشروش سکه پول کردیم. زامنت شدیم، سفارش رو کردیم. اون وقت تو یه هفته نمونجا کار بکنی که ما دلمون خوش بشه که تو اهل کاری. خب حسابت میشه با حساب قبلیت میشه 5 تومن 3000. چوب خطت هم تموم شد. خب مثل اینکه کاسب شدی. خدا رو شکر. دست شما درد نکنه آقای سیف. اگه سرت به سنگ خورد و اهل کار شدی بیا
یه فکری واسط میکنه. دست شما درد نکنه. راستید آقای سف فرج از میون دارید میگفت. بالاخره دوران بچگی با هم همبازی بودید. من و بابای خدا بیامرزتم سری از هم سوا داشتیم. اون رفاقت مالا همون دوره بچگی بود. با اجازه خداحافظ شما. خداحافظ آقا ماشالله. دماغ نبینمت. بیا بریم که میسازمت. بریم. خداحافظ. سلام بر حسین. لعنت بر یزید. حالا تو این هیروویر بیا زیر ابرومو بگیر. آخه آدم عاقل تو این شلوغ بلوغی میان تهرون بی سر و صاحب، بدبختی و نکبت داره از در و دیوارش میباره. شاهد در به در، مردم جون به سر. کم بود جن و پری، یکی هم از دیوار پرید. یه مشنا مسلمون اجنبی نجسی خور اومدن تو شهر که انگاری اومدن تو ارث ملک بابای بی همه چیزشون. توی پیرمردم راه افتادی با یه دختر از برگ گل نازک‌تر تو این جهنم دره کشی. تیفوس هم که داری. خدایا انقدر به این فرصت بده تا این امانتی رو دست صاحبش بسپرم. حالا شده دست این طفل معصوم رو بستی. از بس که چموشه تحویل صاحبش که بدم خیالم راحت میشه. من صاحب ندارم. اگه تحویلم بدی بند بشو نیستم. یا فرار میکنم یا میکشمش یا خودم راحت میکنم. تو غلط میکنی. غلط کسی میکنه که میخواد دختر یتیم بیکس و کار مردم رو بکنه سوگلی پیرمرد پیرپاتان. لا اله الا الله. راست میگه ابراهیم خان. بابا اینو سپورت به من. حالا هم اومده تخم ترکش رو حتما تحویل بگیره. تو رو خدا بگی منو تحویلش نده. به خاک روبابت قسمت میدم غلط میکنم زبون درازی کنم. کلفتی تو میکنم. نشنیدی؟ رفتنیه. تو این گرگستون میمونی بی کس و کار. باید تحویلت بدم. آدمی هم که ندیدی و نشناختی انقدر گور به گورش نکن. ابراهیم خان آدم خوبیه، سر و سامونت میده. دختر که با پای خودش میره تو سری خور میشه. وای به حالی که دست بسته ببرنش. لا اله الا الله. تو این دختر رو نشناختی. الهی که هیچ موقع تشنه لب نمونی. یا علی بمیرم برا دختر که شدی گوشت قربونی. نه از خر من که توش موندم. آخرش کشم. آخر چی؟ با کار و بار و با بی خیالش ها که مشغولیم. بیرم شد کار. چشم اگه از خر عوض کردن شم روشن کنم. روشن کن بارم دعا کن. ساعت بگیر به بنده.
چی شده؟ کجا میری این وقت شب؟ کسی عقب سر گذاشته ضعیفه؟ ها؟ بوگو دستی این؟ این پیری ریتماسی معذبت کرده؟ باباشی یا بابا بزرگشی؟ به منفل داوود قسم هیچ کسم نیست. دک چی کارش داری این زبون بسته رو؟ ببین چطوری داره وال وال میزنه. تو خجالت نمی کشی از اون ریش سفیدت؟ دل خافه مهربون، این که بوی ارمانش بلنده. کبله ای حالت خوبه؟ حلالم کن شاید از نفرینای تو. حالت خوب میشه کبله ای؟ خدا منو بکشه که اینقدر عذابت دادم. تو رو خدا کمکش کنیم، نمیبینین حال و روزشو؟ آره بوتیسی جنده. بالاخره ما نفهمیدیم باد از کدوم وریاد، بابا داره یا شوهره؟ آقا جونمه تو رو خدا کمکش کنی. بابا بگیر و ببند ضعیفه، تأمینات بفهمه چپقمونو چاق میکنه. با حالی هم که این داره نشکش میخواد. نه حکی نه حکی ماره. آره نه حکی. پس باشه به مردید، معلومه سیبیله هم بزکه. مهرم و سیبیله هم جلاله بگیر. ببینم استغفرالله. ببین تو این بیوقتی کی خورده به پستمون؟ اول میکنی شمر زرجوشن هوار هوار میکنی که الامان الامان، بعد میشه دایت بابتش هیدر هیدر میکنی، بگو سازت چیه ما بکنیم خوش رقصیمونو. که تازیت هم با عیار بیست. آقا بگو که ما چکار کنیم. چیکار کنیم؟ بگو دیگه. بگو تو رو خدا جون هر کی که دوست دارین کمکش کنی. پیری بگو ببینم من تو رو کجا دیدم. هی پیری مهران جلال با تو چی میگه؟ این امانت رو باید به ابراهیم خان تحویل بدم. من کربلای کاظم هستم، میشناسه منو؟ ابراهیم خان؟ میگه ابراهیم خان؟ ما خودمون دو دستی زمینش میدیم. آره باشو بریم زیفه، باشو بریم. نه من نمیرم، نمیام، من برو کبله هیچ جا نمیام. میای اگر عاقل باشی با پای خودت میای، مگه نه بچه ها؟ آره خیلی خواب، من دختره میبرم، شما ترتیب پیری رو بدین، خرش هم بیارین. باشه.